سلام و شبتان بخیر. به خبر دست طلو و طلو نیوز با من یاسر ابرار خوش آمدید. سرخط خبرها: جان باختن 9 تن در یک حمله انتحاری در ننگرهار. این حمله در نزدیک یک پازگاه امنیتی در منطقه فامیلی های ناحیه ششم شهر جلال آباد رخ داده است. د شپږم ناحیې په مربوطاتو کې په محلي پولیسو د چپلیار ټیم لیډر باندې اطلاعی شوي ده. بررسی اوضاع امنیتی ولایت تخار. نامزد وزیر دفاع ملی و امور داخله اطمینان میدهند که هراس افغانان را در این ولایت سرکوب خواهند کرد. با خوجوارم لکده بودن خودتان در جریان است که 3 نفر شهید داریم ولی تعداد تلفات دشمن تا 30 نفر میرسد. دیروز دو تان ویش از بین رفت. امروز که از طیاره پایان شدیم باز گفتن که یک تا هموی دیگهش از بین رفته. تلاش ها برای حل بحران افغانستان. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از همکاری این کشور با ایالات متحده درباره افغانستان استقبال میکند. ما انکشاف ها را در افغانستان از نزدیک دنبال میکنیم و در این باره ما همکاری های سودمند خودمان را با چندین کشور به شمول ایالات متحده ادامه میدهیم. و تاکید رهبر مذهبی ایران بر انکار این کشور از گفتگو با آمریکا. من هیچ پاسخی به پیام مشروع خبرها: در یک حمله انتحاری در شهر جلال آباد 9 تن جان باختند و 11 تن دیگر زخم برداشتند. سخنگوی والی ننگرهار میگوید که این حمله در نزدیک یک پازگاه امنیتی در منطقه فامیلی های ناحیه ششم شهر جلال آباد رخ داده است. بیروبار زیاد ده، دکتران چه داره سیدگی کولی نیست. زخمیان و دقا دیر زیاد. زیاد دی؟ چه مرا بایی تقریبا؟ یارا تقریبا نورا خودک ده در طول دشپاگه مناهی پا مربوطاتو کی پا محلی پولیسو ده چپلیار تیم لیدر مانی انتحاری شویده چه پده که 9 نفر شهیدان دی او دیار لس نفر زخمیان دی چه بده که سالون نفر چی دی اغا ملکی دی او دری نفر چی دی نظامی دی اغا محلی پولیس دی. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از همکاری این کشور با ایالات متحده درباره افغانستان استقبال میکند. آقای پوتین میگوید که مسکو با چندین کشور به شمول ایالات متحده در موضوع افغانستان همکاری میکند. امیدوار است که همکاری های جهانی درباره افغانستان نتایج دلخواه در حل معضل این کشور داشته باشند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در گفتگو با تلویزیون میر روسیه میگوید که ایالات متحده در افغانستان با فشارها روبروست و مسکو برای رسیدگی به بحران این کشور با واشنگتن همکاری نزدیک دارد. ما انکشاف ها را در افغانستان از نزدیک دنبال میکنیم و در این باره ما همکاری های سودمند خودمان را با چندین کشور به شمول ایالات متحده، کشوری که با فشارهای مشخص در آنجا روبرو است، ادامه میدهیم تا اوضاع در این کشور حفظ شود. مسکو تلاش های خودش را نیز در این راستا ادامه میدهد و امید است تا همکاری های جهانی نتایج مثبت داشته باشند. هرچند به تازگی استخبارات روسیه از فعالیت 5000 جنگجوی خارجی زیر چتر گروه داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. اکنون فرماندهی مرکزی امریکا میگوید داعش در افغانستان یقیناً آرزوهای حمله بر امریکا را دارد. وقتی که با طالبان صلح میشن باید زمینه از این مساعد شوند که کسانی که در صفوف طالب هستند اینا حتما باید جذب شوند. اگر اینا جذب نشوند امکان از این هستند که اینا را داعش و گروپ های دیگه تروریستی اینا را جذب کنند. اما با وجود هشدارهای پیهم مقامهای امریکایی از خطر داعش در افغانستان، حکومت تهدید این گروه را جدی نمی داند. داعش فعالیتونه په شمال کې او په مشرقي کې شته. په مشرقي کې اوس کم شوي دي، په شمال کې لږ لږ زیات دي. تهدید توریزم منطقه را رد نمی کنیم، اما این اطمینان نزد مردم موجود داشته باشد که نه تنها داعش بلکه هیچ گروه تروریستی مکان امن در افغانستان ندارد.
در این روزها از فعالیت‌های گروه داعش در افغانستان بیشتر در ولایت‌های ننگرهار، کنر، فاریاب و جوزجان خبر می‌رسد. افغانستان ناامن‌ترین کشور جهان شناخته شد. نهاد اقتصاد و صلح با پخش گزارش سالانه نهاد درباره صلح در جهان، افغانستان را ناامن‌ترین کشور در جهان گفته است. در گزارش امسال این نهاد آمده است که میزان اعتماد مردم به نیروهای امنیتی افغانستان در مقایسه با 5 سال گذشته رو به کاهش بوده است. اینجا کابل است، پایتخت کشوری که به تازگی همچون ناامن‌ترین کشور جهان شناخته شده است. جایی که مردمان به دنبال صلح هستند، اما جنگ ها هر روز از آنان قربانی می گیرند. خالده 22 ساله هر روز با پیمودن 10 کیلومتر راه از خیرخانه به یک دفتر خصوصی در شهر نو کابل می رود. او دانش آموخته خبرنگاری در بخش رادیو و تلویزیون است. خالده میگوید خانوادهش نگران است که مبادا وی روزی در راه خانه تا دفتر قربانی ناامنی های کشور شود. زمانی که حتی از خانه بیرون میشیم به خاطر مشکلات بد امنیتی و همچنان اوضاع بد امنیتی، حتی فامیلم اجازه نمیده و این مشکلاتش بمونه سر جایش. وقتی که در راه همیم طرف دفتر مشکلات اجتماعی و همچنان مردمی وجود داره. نهاد اقتصاد و صلح که مقر آن در استرالیا است، در گزارش سالانه اش گفته است که با شکست داعش در سوریه، افغانستان در جایگاه نخست ناامن ترین کشورهای جهان قرار گرفته است. نگاه ابزارگرانه حکومت افغانستان به سلطنش ها در منطقه، ذهنیت براندازی طالبان و همچنان عدم صداقت پاکستان موجب شده که ما نتوانیم یک تصویر امیدبخشی را از روند گفتگوهای پیش مصالحه با مخالفین مسلح در باب مصالحه ارائه کنیم. در این گزارش آمده است که میزان اعتماد شهروندان افغانستان به نیروهای امنیتی در مقایسه با 5 سال گذشته رو به کاهش بوده است. افغانستان یکی از ناامن‌ترین کشورهای جهان شناخته شده و این ما از تمام رؤسایی که در رأس قرار دارن میخوام که دیگه بیشتر از این افغانستان از این بتر نکنه و بیشتر از این ظلم و ستم و خشونت و رنجی که افغانهای ما داره دیگه از این بیشتر ادامه پیدا نکنه. ما از طرفان درگیر میخوایم که از این بیشتر قتل و کشتار هموطنان خود دست بکشن. اما بیش از 7 ماه می شود که تلاش ها برای پایان دادن به جنگ در افغانستان فزونی گرفتند. در خارجان و وطن او در افغانستان که در تراغری و چوک نپریشول در دوی خبری دی پدیه با نورم خبره کیر پوام پراوی که کاتم تولار سیم پدیه با خبره کیر نوی خبره کارسونی خلیداد را بر طالبانه نمید. دلتا جی جنگ دی استمرار عامل و دی اغوی وطل چی اوس امریکان دی تا آماده دی دایو اساسی عامل دی جنگ او طرف تا کدل دی. خودوام اساسی عامل چی اغام دی افغانان و ترمنز ترنگ کدیشی داسی سیاسی تفاهم من تراشی چی افغانان پگرد کور که مسالمت آمیز شکل سره اوسیږي، یو داسې سیاسي میثاق په چوکاټ کې سره راټول شي چې څوک د دولت مقابله کې اصلیه پورته نه کړي. یک بخش بزرگ بار جنگ را در کشور غیر نظامیان به دوش می کشند. بر بنیاد آمارهای سازمان ملل، تنها در 3 ماه نخست سال روان میلادی بیش از 1700 غیر نظامی در افغانستان کشته و زخمی شدند. نامزد وزیران دفاع ملی، امور داخله و رئیس اداره ارگانهای محلی در سفر به تخار اوضاع امنیتی این ولایت را از نزدیک بررسی کردند. نامزد وزیر دفاع ملی و امور داخله اطمینان می‌دهند که هراس افغانان را در این ولایت سرکوب خواهند کرد. تخار در روزهای پسین گواه ناامنی‌ها و حمله‌های گروهی طالبان بوده است و به تازگی ولسوالی خواجه‌غار این ولایت میان نیروهای دولتی و طالبان دست به دست شد. افزایش ناامنی ها در تخار و حمله های تهاجمی طالبان بر بخش های از این ولایت پای بلند پایترین مقام های امنیتی کشور را به طالقان کشانید. شدت گرفتن نبرد ها در بخش های از این ولایت به ویژه در ولسوالی های اشکمش و خواجه‌غار باشندگان تخار را سخت نگران ساخته است. مدیریت ضعیف است. ای ارگان از ای ارگان اعتماد میکنه، او ارگان از او ارگان اعتماد میکنه، فرماندهی واحد نیست، سوق اداره واحد نیست. برای دراز مدت ما خدمت شما عرض بکنیم که برای ما حداقل یک لیوای سرحدی یا لیوای اردو
بعد ما با تمام امکاناتش مجهز بدون کمبوتات برای مگر لطف بکنین. نامزد وزیر دفاع ملی، امور داخله و رئیس اداره ارگانهای محلی اطمینان می‌دهند که اجازه بدتر شدن وضعیت را نخواهند داد و بیدرنگ برنامه‌هایی را برای سرکوب هراس افغانان روی دست خواهند گرفت. تشویشی که مردم داشتن ما را امروز به اینجا کشاند. هیچ چیزی هم نبود. دشمن حمله کرده و مردم تخار به این چیزا نابلد نیستن. به خوجغار حمله کرده بودن، خودتان در جریان هستین، 3 نفر شهید داریم، ولی تعداد تلفات دشمن تا 30 نفر میرسد. دیروز دو تا انگویش از بین رفت، امروز که از طهره پایان شدیم باز گفتن که یک تا یا دو یک تا انگوی دیگهش از بین رفته. خب گاهی در اشکمش سر بالا میکنن، گاهی در اونجا، گاهی در اینجا، و ما میخواهیم که وا نمایان شود که پیداش بشه. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به حدی رسیده که در کمترین فرصت و مدت میتونن و کلانترین تهدیدی که مواجه مراکز ما باشه رسیدگی کنن و زیادترین تلفات و دشمنای مردم افغانستان بکنه. مطمئن باشه ما تخار جای ساده نیست. دشمن از هر گوشه از این بسیار خاطرات تخت داره. ساده هم نیست که شکست پذیر باشه و ناامید باشه. در یک هفته پسین ولسوالی خواجه‌غار تخار میان نیروهای دولتی و طالبان دست به دست شد و نبرد در ولسوالی اشکمش این ولایت ادامه دارد. مقام‌های محلی تخار می‌گویند که کم از کم 9 ولسوالی این ولایت با تهدیدهای امنیتی روبرو هستند. نمایندگان احزاب سیاسی و نهادهای ناظر بر روند انتخابات اعضای کمیسیون مستقل انتخابات را به بی‌برنامگی در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری متهم می‌سازند. این نمایندگان در نشست ملی انتخابات می‌گویند که کمیسیون انتخابات به گونه عمدی تلاش دارد تا انتخابات به گونه شفاف برگزار نشود، اما کمیسیون مستقل انتخابات این اتهام‌ها را نمی‌پذیرد و می‌گوید که اندازه بودجه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به زودی روشن خواهد شد. نمایندگان احزاب و جریان‌های سیاسی و نهادهای ناظر بر روند انتخابات در نشست ملی انتخابات با اعضای کمیسیون مستقل انتخابات گرد آمدند. این نمایندگان احزاب کمیسیون انتخابات را از بهر برگزار نشدن انتخابات‌های شوراهای ولسوالی‌ها، شوراهای ولایتی، انتخابات مجلس نمایندگان غزنی و نیز روشن نبودن بودجه انتخابات به ناتوانی متهم می‌سازند. یا ماماتو میا به ما شما ختمش را تعیین می‌کنه و میگه که نه، تنها انتخابات ریاست جمهوری امکان داره و انتخابات 4 انتخابات 3 انتخابات دیگر نمیشه و این قابل قبول با مردم افغانستان نیست. نبود برنامه و نبود اراده سیاسی برای انتخابات شفاف از جمله چالش‌هایی است که هر تلاش انتخاباتی داره به طرف ناکامی میره. این نمایندگان احزاب و نهادهای ناظر بر روند انتخابات هشدار می‌دهند که اگر کمیسیون مستقل انتخابات انتخابات مجلس نمایندگان غزنی را برگزار نکند، باشندگان این ولایت در انتخابات ریاست جمهوری نیز شرکت نخواهند کرد. بده من مت اعتراض وکړم ولې صدا خبره چې غزنی ټاکنه خصوصا د ولسمه جګړې ټاکنه زندګي موږ دغه منطقي نه بولو، دا راته منطقي دلایل نه ښکاري کوم دلایل سده یې رايه کوي. بعد از ولسوالی ها به صورت غیر مترقبه گویا پلان شده ناامن میشه و این جنجال برانگیز است و در بعض از ولایاتی که ساحه ناامن است و اونجا مراکز رایدی تازه ایجاد میشه محلاتشان بیاد دقیق و معلوم نیست. اما کمیسیون مستقل انتخابات از آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سخن میزند و میگوید که سرنوشت بودجه انتخابات ریاست جمهوری نیز به زودی روشن خواهد شد. هر باری که تغییر خوردن ما ارقام مختلف را به نشر رساندیم، ولی این بار آخرین بار ما یک ارقام بودجه را به نشر می رسیم که او هیچ نوع تغییر نخواهد خورد. بودجه هم اما دقیق ساختنش نیازمند بحث تکنیکی داره که انقریب انشاءالله او نهایی می شود و این بودجه برخلاف نگرانی های شما رو به افزایش نیست، رو به کاهش است. قرار است انتخابات ریاست جمهوری به روز 6 ماه میزان برگزار شود. تا لحظات دیگر.
تاوز تلسکوپ ها و برخی از مکتب ها از بهر افزایش آگاهی دانش آموزان درباره علوم نجومی. باز هم خوش آمدید. مسئولان معارف زابل از گشایش 110 مکتب در این ولایت در یک سال گذشته خبر می دهند. این مسئولان می گویند که این مکتب ها در نتیجه همکاری های مردم با ریاست معارف بازگشایی شدند. یکی از ولایت های شمرده می شد که بیشتر مکتب ها در آن به علت های گوناگون از جمله نامنی ها بسته بودند. اما اکنون مقام های معارف این ولایت از بازگشایی 110 مکتب در یک سال گذشته در این ولایت خبر می دهند. جمهور کس ماتر اتاق مختب زابل کشی دو سوند سلیرس باب مکاتیب است که یه نیو باب مکاتیب فعالو ولی زمول در اتاق سر دار ارقام دو سوند ترسیلی پم جمهور کیو سلاس باب مکاتیب زمول در اتاق سر بیازیلی پرنیست ترسیلی در چارچوب وزارت معارف 224 مکتب در زابل هستند و از این میان 200 مکتب فعال هستند و تنها 24 مکتب دیگر بسته باقی مانده اند. د معرف موجود باندې واکنم په د راتونکو درو میاشو کې شرکت د مناسب سی وی دی اته د ولسوالی ګوټ ګوټ او کلو دیرو او دروته مکتبونه رسیدلی دي دا یو د خیر او مقدم ګام د معرف څخه یوم دا غشتنه د سیلژنو کې دی ته توجه ورته وکي یو څارنه یو نظارت دی وکي نور ان شاء الله شر وانده د اساس تیم خبريجو په ډیرو ولسوالیو کې ډیر تعمیرات شروع دی د مکاتب د پاره نه بر بنیاد آمارهای ریاست معارف زابل هم اکنون 70,000 دانش آموز در مکتب های زابل سرگرم آموزش هستند. مکتب خلاصی دل السند علم خلاصی دل دی چه علم خلاصی پاده که جنگ نی دربات غربت نی تور شام نی ده علم خلاصی ده پاره مطول آماده ای. با این حال ریاست معارف زابل میگوید که برای 165 مکتب در این ولایت ساختمان ساخته خواهند شد. په مجموع کې د زابل نفوس ارقام ته په کتو سره تر ډیره حده پورې د زابل د معارف ریاست توانېدلی دي چې د دې ولایت زده کوونکو ته تعلیم زمینه برابره کړي. فعلا دپاره موږ د 20,000 په شاوخوا کې زده کوونکو لور هغه ارقام چې له موږ سره ثبت شوي دي، ولې زموږ د اته نوي کال د پیل څخه تر نن ورځې پورې 10 باب نوي مکاتب پرانیستل شوي چې د هغو ارقامو جلب جذب تر اوسه پورې په رسمي شکل موږ ته نه ده راوړل سوی او دا له وخت سره مطابق په دغو ارقامو سر شریک. اما در کنار مشکلات کمبود جدی کتاب و میز و چوکی در مکتب‌های زابل، کمبود آموزگاران حرفه‌ای از مشکلات دیگر در مکتب‌های این ولایت گفته می‌شود. انجمن نجوم افغانستان تلاش دارد تا با توزیع تلسکوپ‌های پیشرفته به مکتب‌های برخی از ولایت‌ها آگاهی دانش آموزان را در علوم نجوم بلند ببرد. مسئولان این انجمن می‌گویند که یکی از هدف‌های آنان آشنا ساختن جوانان با دانش نوین ستاره‌شناسی و جلوگیری از باورهای اشتباه‌آمیز مردم درباره سیاره‌ها و ستارگان است. تا لحظات دیگر، امضای تفاهمنامه عملی سازی 16 پروژه با نهادهای غیر دولتی. به ادامه خبر ده خوش آمدید. بانک توسعه آسیایی و صندوق اقلیم کانادا برای بخش خصوصی در آسیا نزدیک به 8 میلیون دلار را برای توسعه و پشتیبانی از سرمایه‌گذاری های خصوصی در بخش تولید انرژی خورشیدی در افغانستان قرضه می دهند. این پول ها قرار است در اختیار شرکتی که نخستین نیروگاه برق خورشیدی کندهار را ساخته است قرار بگیرند و در همین نیروگاه هزینه شوند. در همین حال شرکت برشنا می گوید که روند آزمایشی توزیع برق از این نیروگاه آغاز شده است و به زودی نیروگاه به گونه رسمی گشایش خواهد یافت. وزارت معارف تفاهمنامه عملی سازی 16 پروژه را به ارزش 21.9 میلیون دلار با نهادهای غیر دولتی امضا کرد. ایجاد مکتب‌های جدید، استخدام آموزگاران و برگزاری کورس‌های سوادآموزی بخشی از پروژه‌هایی هستند که بر بنیاد این تفاهمنامه‌ها عملی خواهند شد. رئیس اداره همکاری‌های توسعه‌ای سوئیس در افغانستان که در مراسم امضای این تفاهمنامه در کابل سخن می‌گفت، می‌گوید که آموزش و پرورش راه برای توسعه اقتصادی و اجتماعی در افغانستان است.
مسئولان وزارت معارف از بهره بلند بردن کیفیت آموزش، ایجاد فضای بهتری برای آموزش و پرورش در سراسر کشور، تفاهم نامه های عملی سازی 16 پروژه را که توسط نهادهای غیر دولتی و غیر انتفاعی عملی می شوند با مسئولان این نهادها امضا کرد. مطمئن هستم که نتایجی که از مفاد مواد یادداشت تفاهم هایی که امروز امضا میشه و نظارتی که وزارت معارف افغانستان انجام میده از روند تطبیقی ازی، ما در واقع به اهداف کیفی و در عرصه آموزش و تربیت میرسیم. در این نشست رئیس اداره همکاری های توسعه سویس در افغانستان بر توجه بیشتر حکومت افغانستان با آموزش و پرورش تاکید می‌ورزد. یکی از اهداف راهبردی ما توسعه کیفیت و دسترسی به آموزش است. ما به این باور هستیم که آموزش و پرورش راه برای توسعه اقتصادی و اجتماعی در افغانستان است. هدف ما این است که پسران و دختران به گونه‌ای مسئول مساوی از آموزش های ابتدایی با کیفیت بهره مند شوند. ساخت 5 مکتب با تجهیزات آن در ولایت‌های خوست، کندهار و هرات و ایجاد صنف‌های آموزش‌های اضطراری بخش دیگری از پروژه‌هایی هستند که عملی خواهند شد. یکی از نگرانی‌های اصلی ما این است که مکتب‌ها در افغانستان مسئول نیستند. مکتب‌ها موج حمله قرار می‌گیرند که در نتیجه مکتب‌ها بسته شده و شمار زیاد از دانش آموزان از رفتن به مکتب‌ها باز می‌مانند. ما یک مخصوص برنامه داریم که روانشناسی طفل تحت نظر به نظر گرفته و فعالیت‌های سپورتی را پیش می‌برند که بتوانند از این طریق بین اطفال که از اقوام مختلف هستند، مشکلات مختلف دارند، بتوانند همزیستی و همبستگی را به وجود بیاره. قرار است که این پروژه ها در درازای 1 تا 4 سال به بهره برداری سپرده شوند. نهاد توسعه جهانی آمریکا، کمک های جهانی سویدن، کمک های نروژ و برنامه همبستگی تاجیکستان، افغانستان و پاکستان از تمویل کنندگان این پروژه ها هستند. تا لحظات دیگر، سرازیر شدن سیلاب ها در بخش های شرقی و جنوبی چین. باز هم خوش آمدید. علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران در دیدار با نخست وزیر ژاپن میگوید که ایران با آمریکا گفتگو نخواهد کرد. رهبر مذهبی ایران میگوید که تهران با وجود تحریم ها و بی گفتگو با واشنگتن پیشرفت خواهد کرد. از سوی همچنین زابه در دیدار با رئیس جمهور ایران از بقای یک درگیری تصادفی میان تهران و واشنگتن هشدار می‌دهد. او میگوید که ژاپن برای از میان برداشتن تنش ها میان تهران و واشنگتن تلاش خواهد کرد. در سرازیر شدن سیلاب ها در بخش های شرقی و جنوبی چین نزدیک به 40 تن جان باختن و 15 تن دیگر هنوز ناپدید هستند. این سیلاب ها زیان های هنگفت مالی را نیز به بار آوردند. سپاسگزار همراهیتان به خبرهای این ساعت در طلوع. شبتان بخیر و خدا نگهدار. و سرخط دوباره خبرها در طلوع. جان باختن 9 تن در یک حمله انتحاری در ننگرهار. این حمله در نزدیک یک پازگاه امنیتی در منطقه فامیلی های ناحیه ششم شهر جلال آباد رخ داده است. بررسی اوضاع امنیتی ولایت تخار. تلاش ها برای حل بحران افغانستان. و تاکید رهبر مذهبی ایران بر انکار این کشور از گفتگو با آمریکا.
نامزد وزیر دفاع ملی بر ادامه فشارهای نظامی بر طالبان تاکید می‌ورزد. اسدالله خالد میگوید که این فشارها از بهر کشانیدن طالبان به میز گفتگوهای صلح هستند. آقای خالد میگوید که از هر تلاش صلح پشتیبانی میکند، اما صلح نباید به معنای آغاز یک جنگ دیگر باشد. دیدبان شفافیت میگوید تا هنگامی که دروازه نهادهای عدلی و قضایی بر روی مردم باز نشود، عدالت و شفافیت تامین نخواهند شد. این نهاد میگوید که نهادهای عدلی و قضایی باید برای مردمان کشور از چگونگی انجام کار در این نهادها اطلاعات بدهند. با این حال، سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور میگوید که برگزاری محاکم علنی میتواند زمینه را برای شفافیت فراهم کند. نشست زیر نام نشست ملی امانتداری در کابل برگزار شده است که در آن مقام‌ها از نهادهای گوناگون به ویژه نهادهای عدلی و قضایی شرکت کردند. دیدبان شفافیت افغانستان از وجود چالش‌ها به ویژه فساد در نهادهای عدلی و قضایی انتقاد می‌کند و می‌گوید که بی‌خبری مردم از آنچه که برای بررسی پرونده‌ها در این نهادها می‌گذرد چالش برانگیز است. که چیر در حق حق دار دارونه رسیدی نو در خلق و رضایت لاست نشی ردائی چه در خلق و رضایت لاست را نگه مشروعیت رمانسته که دایی دیشی چه کلا مشروعیت نو بیا حرام و مرض رمانسته کیگی او چه حرام و مرض رمانسته شو بیا خلق صلات هم لاسولی مخالفت هم لاسولی جنگ هم لاسولی او بالاخره نتیجه هم دقیقی گیگی چه مونگو تاسی پا افغانستان که گورو. در این نشست معاون دوم رئیس جمهور میگوید که برگزاری محاکم علنی حق طرفهای دعوا و همه شهروندان به شمول رسانه ها و مشاهدان است. دو اصل بسیار مهمی داریم که اینا در عدالت باز مخصوصا از اهمیت بسیار خاصی برخوردار. یکی اصل شفافیت مالی و پاسخگویی در عواید و دارایی هاست و دیگری اصل مهم علنی بودن محاکمه. با این حال مقام های عدلی و قضایی نیز از تلاش ها برای آوردن اصلاحات سخن می زنند. قوه قضایی جمهوری اسلامی افغانستان نقش عمده ای در ایجاد تامین عدالت و امنیت در جامعه داشته و در همه مکتب های فکری بر لزوم اقتدار و قداست آن تاکید شده. برای اولین بار عضویت مشارکت در میدانی باز را کسب کرد و بر اساس آن دولت تعهد نمود تا برنامه های عمل 11 موارد را تهیه نموده و آن را عملی نماید. اما شماری از شهروندان کشور از وجود فساد گسترده در نهادهای عدلی و قضایی سخن میزنند و میگویند که وجود فساد گسترده در این نهادها سبب می شود که حتی مردم برای حل جنجال هایشان به مخالفان مسلح دولت رجوع کنند. نامزد وزیر دفاع ملی بر ادامه فشارهای نظامی بر طالبان تاکید می‌ورزد. نامزد وزیر دفاع ملی در سفرش به ولایت تخار می‌گوید که از تلاش‌های صلح پشتیبانی می‌کند، اما صلح نباید به معنای آغاز یک جنگ دیگر و یا تسلیمی باشد. از چیزی که می‌ترسیم ما کورکورانه نیست. نمی خواهیم صلح آغاز یک جنگ دیگه باشه. نمی خواهیم صلح به معنای تسلیمی باشه. ولی بغل ما بازار برای صلح. اسدالله خالد هشدار می دهد که فشارهای نظامی بر طالبان تا هنگام ادامه خواهند داشت که این گروه بر میز گفتگوهای صلح بنشیند. دشمن با لجاجت استقبال دوام می ده و هیچ صدای صلح را لبیک نگفت. نه تنها اینکه صدای صلح را لبیک نگفته، بلکه با غرور احمقانه ما چیز رد آمده. فشار فعلی ما به خاطر عزیز که تا اونا را وادار بسازیم که بیان به سر میز مذاکره و ما برسیم به ادرای حد. در همین حال نامزد وزیر امور داخله ادعا می کند که عملیات الفتح طالبان دستاورد نداشته است. در مراحل اول عملیات فتح که اونا اعلان کرده بودند، ضربات بسیار محکم و تلفات بسیار بالایی را متقبل شدند.
با این همه طالبان تا کنون تن به گفتگوهای رو در رو با حکومت ندادند و نیز آتش بس را رد کردند. رئیس زاده جوانی که 8 ماه پیش از سوی نگهبانان رئیس جمهور در سفر اشرف غنی به هرات لاتوکوب شده بود میگوید که بعد از انتقال یافتن به کابل هم هرگز رئیس جمهور را ملاقات نکرده است. به گفته این جوان وی در این مدت در یکی از مهمانخانه های دولتی به سر میبرد و خانواده اش را نیز ندیده است. در همین حال مادر رئیس زاده میگوید که 8 ماه پیش در ارگ به وی گفته شد که اگر از قضیه لاتوکوب پسرش نگذرد به پرونده غصب جایدادهایشان رسیدگی نخواهد شد. امی مار از امی تیر از امی نان، مار از امی تیر از امی شو، مشکل مرسوات ما از امی سبامه. پس از 8 ماه هم مردم تصویر تازه از او را در پرده تلویزیون میبینند و هم اعضای خانوادهش. در طول 8 ماه در یک از میمانخانه های دولتی قرار دارم، در آنجا در یک جای امن قرار دارم و در تا این مدت 8 ماه من از فامیل خود، از خانواده خود دور هستم، آنها را ما ملاقات یا دیدن ننمودم. ما به رئیس زازای پس از آن دست میابیم که به روز 4 شنبه اعضای خانوادهش از ناپدید بودن 8 ماهه او شکایت کردند. یک سخنگوی ارگ در واکنش به این گفته ها در صفحه فیسبوکش نگاشت که افزون بر رسیدگی به پرونده غصب جایدادهای خانواده رئیس زازای، خود او هم از بهر حفظ جانش در یکی از مهمانخانه های امنیت ملی نگهداری می شود. اما مادر رئیس زازای در این باره چیز دیگری می گوید. مرتضوی متوویلی چه دی وحلو نتیر شوی چه متاسکار خلاص کو که دغو نتیر نشوی متاسکار نخلاصو. به اساس کدام تصویب سارنوالی یا مقامات زیر صلاحیت دی و قضایی آزادی از اینا سلب شده؟ در غیر از او چنانچه خانواده از او گفتن اگر از 8 ماه به این طرف با خانواده خود ارتباط نداشته باشه این ظلم و جفایی است که دولت افغانستان در حق یک شخصی میکنه که از آزادی بیان خود استفاده کرده. در همین حال رئیس زازای که تاکید می‌ورزد جانش از بر دنبال کردن پرونده غصب جایدادهای خانواده‌اش همواره در خطر بوده است، یک بار دیگر از رئیس جمهور می‌خواهد که به این ماجرا پایان دهد. خواست ما از رئیس جمهور این است که اول با ما ملاقات نمی‌کنه با فامیل ما و بعد طبق هدایت خودشان به نهادهای عدلی و قضایی با سرانوالی و محکمه جایی که قضیه مجریان داره هدایت بتن تا به مشکلات ما زودتر و عاجلتر رسیدگی بکنن. رئیس زازای 8 ماه پیش انگام خواست از رئیس جمهور دادخواهی کند که اشرف غنی در مراسم گشایش راه لاجورد در هرات شرکت کرده بود. در تصویرهایی که از این رویداد در شبکه‌های اجتماعی پخش شدند، دیده می شود که نگهبانان رئیس جمهور این جوان را به زور از تالار بیرون می برند و در بیرون لاتوکوب می کنند. با گذشت نزدیک به 1 ماه از حکم بازداشت کرام‌الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان تا اکنون او بازداشت نشده است. دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که به علت مشغول بودن وزارت امور داخله در جنگ ها این نهاد از زیر پیگرد قرار دادن کسانی که متهم به فساد هستند دور مانده است. در این میان شماری از اعضای شورای ملی میگویند که نهادهای کشفی، عدلی و قضایی تنها کسانی را بازداشت میکنند که پشتیبانی سیاسی کمتری داشته باشند. در ماه اخیر سال پار برای نخستین بار لوی سارنوالی از وزارت امور داخله خواست تا کرام‌الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان را برای پاسخگویی به این نهاد جلب کند. اما کرام‌الدین کریم به لوی سارنوالی نیامد و در فرجام نزدیک به 1 ماه پیش لوی سارنوالی حکم بازداشت او را صادر کرد. افراد و اشخاصی که ناتوان است، ضعیف است، او به پنجه قانون سپرده می شود و کسانی که زورمند هستند، بعض سیاسیون پشت سرشان است، یک بامد و یک جپای تاریخی است. بحثای سیاسی داره به مول لحاظ اداره میکنه تا که نشود که دوچار یک موضوع سیاسی شود و پست خود یا مقام خود هر کسی که جابجا میشه از دست بده. دیدبان شفافیت افغانستان نیز زیر پایگرد قرار نگرفتن متهمان را از سوی نهادهای اجرا کننده قانون انتقاد می کند. بحث تنفیذ قانون، جلوگیری از جرایم و مسائل حاکمیت قانون یک اولویت اساسی وزارت داخله نیست. ما در این زمینه با مشکلات جدی در زمینه حاکمیت قانون روبرو هستیم. بانک کرام‌الدین کریم چهره شناخته شده ای است اما تا اکنون محل بود و باش او روشن نیست. اما وزارت امور داخله میگوید که برای بازداشت او تلاش ها جریان دارند. اجراعاتی که نیاز شود و بعد از این هم سارنوالی افغانستان او تصمیم امید خواست خواهد کرد.
کرام الدین کریم چند ماه پیش به آزار و اذیت جنسی دختران فوتبال باز متهم شد. فدراسیون جهانی فوتبال نیز او را 1,000,000 فرانک سوئیسی جریمه کرد و تا پایان عمر از فعالیت در نهادهای ورزشی محروم ساخت. مسئولیت مکتب‌های افغان ترک در کندهار نیز به بنیاد معارف ترکیه سپرده شد. مسئولان ریاست معارف کندهار میگویند که بر بنیاد یک توافق مسئولیت‌های تمامی مکتب‌های افغان ترک در کشور به نهاد معارف ترکیه سپرده می‌شوند. وزارت معارف نیز میگوید که به‌زودی روند انتقال مسئولیت‌های مکتب‌های افغان ترک در کابل نیز به نهاد معارف ترکیه آغاز خواهد شد. این مکتب افغان ترک در کندهار است که مسئولیت آن به نهاد معارف ترکیه سپرده می شود. مسئولان وزارت معارف می گویند که روند سپردن مسئولیت های مکتب های افغان ترک در کشور از ولایت جوزجان آغاز شد و پس از کندهار مسئولیت مکتب های افغان ترک در شهر کابل نیز به نهاد معارف ترکیه سپرده می شود. دغه مکتبونه په تدریج سره ورورو په ټول ولایت کې انتقال کو، بیا په آخري پړاو کې په شاندارو مراسمو کې د کابل کې انتقال کو. بز تا داسې ذهنیت شته چې دا چې د ولایتونو تا شو کړی په مرکز کې ولې دا کار حکومت نه کوي، دا په هیڅ وجه د دې مفهوم نه لري چې موږ توانمندي دنه لرو چې د خپل حکومت فیصلې تطبیق کړو. زموږ منتخب حکومت ده، منتخب ولسمشر ده، موږ تاریخ لرو، اوږدې اړیکې لرو، خپله هر یوه ژمنه چې کوو هغه عملي کوو. ریاست معارف کندهار از نهاد معارف ترکیه می خواهد تا فعالیت‌هایش را در این ولایت بیشتر سازد و سهولت‌های بیشتر را به مکتب‌های افغان ترک فراهم سازد. موږ اته د شپې له هم کار کړی دی ستاسو د پاره مو د انجونو د لیسې هغه اساس یې کښېښودل سو ښه سو ځای مو پیدا کړي په عینومېنه کې دا چې د دولت د دولت سره فیصله وسول موږ خپل نظام لرو، حکومت لرو، موږ هیڅ چاره نه لرو. موږ به د خپل حکومت د خپل قانون مطابقت کوو. در همین حال مسئولان نهاد معارف ترکیه میگویند که برای بلند بردن سطح آموزش دانش آموزان در مکتب های افغان ترک $30,000,000 اختصاص داده شده است. پس از فعالیت ما در اینجا در کندهار، کنسولگری ترکیه نیز فعالیتش را آغاز خواهد کرد و این کنسولگری برای ساخت ساختمان‌های تازه به مکاتب دست به کار خواهد شد. حکومت ترکیه پس از یک کودتای نافرجام در این کشور از حکومت افغانستان خواسته بود تا مدیریت این مکتب‌ها را به ترکیه بسپارد. زیرا حکومت ترکیه ادعا می‌کند که این مکتب‌ها از سوی فتح الله گلن، کسی که از سوی حکومت ترکیه به سازماندهی کودتا در آن کشور متهم است، رهبری می‌شدند. شماری از زنان معتاد پس از آن که درمان می شوند کسی از خانواده و نزدیکانشان آنان را تسلیم نمی شوند و این کار سبب شده است که شماری از آنان به بیماری های روانی گرفتار شوند. رئیس یکی از مرکزهای درمان معتادان زن و کودک در کابل می گوید که کودکان درمان شده این زنان را نیز هیچ مرکز آموزشی نمی پذیرد و این کودکان را بیمار می گویند. در یکی از این مرکزها زنان نیز زیر درمان هستند که هم از مواد مخدر کار می گرفتند و هم این مواد را می فروختند. لوبیا، کچالو و برنج خوراک هر روزی آنان است. نوریه که مواد مخدر می فروخت و نیز از این مواد کار می گرفت، 4 روز پیش از سرای شمالی کابل به مرکز ملی درمان معتادان زن و کودک آورده شده است. باز مشتریتان کیا بودن؟ ایرانی ها بودن، ترک بودن، عرب بودن، ترکا بودن. نوریه هنگام دو دختر نوجوانش را در ایران ترک می کند و به افغانستان دوباره ازدواج می کند که شوهرش از سوی پلیس ایران زندانی می شود. دیگه تصمیم ترکش ندارم. چرا؟ به خاطر چی؟ نوریه همون تو از زندگی تباه شده، چی کنم بوده؟ چی مانده برای ما؟ ملیحه 1 سال می شود که با 7 فرزندش در این مرکز زیر درمان است. فرزند بزرگش 13 سال است و هیچ یک از کودکانش مکتب نمی رود. ترایم هم کل نام خدا کتا کتا سیدان سر سیش نمی چنیم که دیگه شم چی چی 24 معتاد مواد مخدر را این مرکز در خانه هایشان درمان می کند. هر قسمی که مریض بخواه، مثلا اگر راضی باشه در شفخانه تداویش میکنیم، اگر راضی نباشه در خانش تداویش میکنیم. بعد از 45 روز مریض ما رخصت میشه و برای 1 سال ما برنامه فالو یا برنامه تداوی مراقبت بعد از تداوی داریم. در کابل 5 مرکز برای درمان معتادان زن و کودک وجود دارد و تنها در همین مرکز 70 زن و کودک زیر درمان هستند.
بر بنیاد برخی از آمارها از میان نزدیک به 3 میلیون معتاد در افغانستان در حدود 1 میلیون آنان زنان هستند. شهروندان هندو و سیک کشور در ننگرهار هشدار می‌دهند که اگر امنیت آنان در این ولایت تامین نشود از این ولایت بیرون خواهند شد. شماری از آنان می‌گویند که در این اواخر کسان ناشناس آنان را تهدید می‌کنند و نهادهای امنیتی این تهدیدها را باید جدی بگیرند. هرچند شمار شهروندان هندو و سیک در ننگرهار به 10,000 تن در سال‌های گذشته می‌رسید، اما اکنون تنها در حدود 50 خانواده در این شهر ماندند. اینجا درمسال مرکزی سیک ها در شهر جلال آباد است. دکان های کنار این درمسال نیز از شهروندان هندو و سیک کشور هستند. شمار از این شهروندان میگویند که اوضاع امنیتی در ننگرهار نگران کننده شده است و امنیت جان و مالشان تامین نیست. مشکلاتون خود دیر دی. امنیت نشته. خر کسو گردیده نشی. زسته چه ار افغان رو چه ده بس ناخده. مخکې چې خلک اته نهه بجې پورې دوکانداري کول اوس چې دغه وو بجې کېږي هر څوک کورو کې دی. امنیت خو بیخي خراب دی. کوم دلته دا ماشومان دي، واړه ماشومان دي، مکتبونو ته تللی نشي. مثال داسې خاص ژوند زندگی نشي کولی. مثال چیرته چکرو ته یا ښار کې لرې ځي ته مونږ نشو تللی. مشکل دغه دی چې امنیتي په حساب مثال هر څوک نن سبا زمون خلک چې دي ډېر کم پاتې دي، همدې دې وجه نه لږ ډارېږي هم لرې ځایونو ته مونږ نه ځي. با گفته شهروندان اهل اونود و سیک، همانند بخش های دیگر در ننگرهار، جایدادها و زمین هایشان از سوی زورمندان غصب شده است و تا کنون حکومت در پسگیری آنها موفق نبوده است. دا دست نشته چه اول خو زمانگا سه زمک سه دکانون سه خال مثال خپا پا دیدی چه زمک غصب شو دکانون غصب خال دیر تنگ شو و دا وطن پیر خوشدارتو که یا اندیا تا یا بل ملکونو تا زمانگا اختر که دا عمل میشکیم زمونږ به انډیا نه، لندن نه، غزنی نه، کابل نه، کوم 3000 کور راتل خارج مملکت نه زمونږ اختر مانځل سخروت کې زمونږ 14 ورځې سخروت کې مونږ اختر وو. بیا وضع خراب شو، مونږ ورځې اختر شو. اوس مونږ یوه ورځ اختر مانځو، ولې وضع مخکې هم اوس مونږ همدا غواړو چې ان شاء الله چې وضع ښه شي مونږ خپله راضي کسان نورم. هرچند فرماندهی پلیس ننگرهار در این باره حاضر به گفتگو نشد، اما سخنگوی والی این ولایت میگوید که امنیت جان و مال سیک ها تامین خواهد شد. دغه ډول ګواښونه او نور موضوعات چې وخت په وخت ترسره شوي، ځینو برخو کې دوی هم همکاري کړې ده، معلومات شریک کړي دي او موږ په وخت اجراءات کړي دي او ځینو قضایو کې کسان هم نیول شوي دي. اوس هم زموږ ټینګار دا دی چې دوی د وخت په وخت معلومات له موږ سره د پخوا په څېر شریک کړي، تر څو هغه کسان چې هغوی ګواښونه کوي دوی ته زیان رسوي هغوی د قانون منګولو ته وسپارل شي. با گفته شهروندان اهل اونود و سیک در ننگرهار، شمار آنان در سالهای گذشته در این ولایت به 10,000 تن می رسید، اما اکنون تنها در حدود 50 خانواده مانده اند و دیگران به بیرون از کشور فرار کرده اند. انجمن نجوم افغانستان تلاش دارد تا با توزیع تلسکوپ های پیشرفته و مکتب های برخی از ولایت ها آگاهی دانش آموزان را در علوم نجوم بلند ببرد. مسئولان این انجمن میگویند که یکی از هدفهای آنان آشنا ساختن جوانان با دانش نوین ستاره شناسی و جلوگیری از باورهای اشتباه آمیز مردم درباره سیاره ها و ستارگان است. انجمن نجوم افغانستان بیش از 100 تلسکوپ پیشرفته را به برخی از مکتبهای دولتی در کشور توزیع می کند. این تلسکوپ که به یک مکتب دخترانه در شهر هرات داده شده است، دانش آموزان با استفاده از آن می توانند سیاره ها و ستاره های نزدیک زمین را به خوبی ببینند. فعالیت می کنیم به خاطر ترویج علم نجوم و علم معاصر نجوم در افغانستان. ما از کسایی که مثلا در مورد خرافات و چیزا بحث می کنند، ما اونوارا می خواهیم که غلط ثابت کنیم و از بتانن شاگردها خودشان از چشم خود سیارات و نظام شمس را به چشم خود مشاهده کنند از طریق این تلسکوپ. نبود امکانات در آزمایشگاه های مکتب های هرات یکی از چالش های جدی خوانده می شود. مسئولان ریاست معارف هرات می گویند که هر اقدام برای مجهز ساختن آزمایشگاه های مکتب های این ولایت می تواند تحول در زمینه آموزش و پرورش باشد. وقتی ما به کمبود مواد مواجه هستیم، این اهدای همچون وسایل تلسکوپ یا وسایل لابراتوری موثریت بسیار زیادی داره، چرا که قنیمت اینا در داخل مکاتب و از اینا میتونم استفاده بسیار عظیمی کنم.
شماری از دانش آموزان میگویند که این تلسکوپ آنان را کمک میکند تا درس های جغرافیا و نجوم را به گونه بهتر و عملی فرا بگیرند. ما از این پای تلسکوپ میخواییم درباره ستاره شناسی معلومات خود زیاد کنیم و شاگردان فکر کنم تعداد زیادی علاقه‌مند ستاره شناسی هستند و با می شناختن ستاره شاید معلومات خود بیشتر بسازند. خودم دیگه شاگردا علاقه‌مندی اینا به علم نجوم زیاده و مطمئنم اکثریت از شاگردا به این المپیادی که اینا تشکیل دادن اشتراک دارن. در کتاب‌های مکتب از نجوم یاد شده ولی به اندازه‌ای که معلومات بیشتری در کتاب‌ها وجود داره ما میتونیم بیشتر معلومات داشته باشیم در مورد ستاره شناسی. تلسکوپ وسیله است که برای دیدن اجسام آسمانی در فاصله دور کار گرفته می‌شود. در برخی کشورها تلسکوپ های بزرگ و پیشرفته وجود دارند که توسط آنها می توان سیاره ها و ستاره ها را از زمین دید. ادامه خبرها پس از وقفه. باز هم خوش آمدید. بانک توسعه آسیایی و صندوق اقلیم کانادا برای بخش خصوصی در آسیا نزدیک به 8 میلیون دلار را برای توسعه و پشتیبانی از سرمایه‌گذاری های خصوصی در بخش تولید انرژی خورشیدی در افغانستان قرضه می دهند. این پول ها قرار است در اختیار شرکتی که نخستین نیروگاه برق خورشیدی کندهار را ساخته است قرار بگیرند و در همین نیروگاه هزینه شوند. در همین حال شرکت برشنا میگوید که روند آزمایشی توزیع برق از این نیروگاه آغاز شده است و به زودی این نیروگاه به گونه رسمی گشایش خواهد یافت. نخستین نیروگاه برق خورشیدی ولایت کندهار با ظرفیت 15 مگاوات در ولسوالی دامان این ولایت ساخته شده است. شرکت ترکی 77 در بیش از یک سال گذشته افزون بر 7 میلیون دلار یارانه حکومت 12 میلیون دلار را برای ساخت این نیروگاه هزینه کرده است. اکنون بانک توسعه آسیایی و صندوق اقلیم کانادا برای بخش خصوصی در آسیا 7.85 میلیون دلار را به این شرکت قرضه دادند تا به ادامه کار این شرکت در تولید نیروی برق و نیز حفظ و مراقبت این نیروگاه کمک کنند. این دومین نیروگاه برق خورشیدی است که ما آن را تمویل می کنیم. نیروگاه نخست را که ما می خواهیم تمویل کنیم یک نیروگاه 20 مگاوات برق خورشیدی در نغلوست. از برقی که در این نیروگاه تولید می شود در حدود 60 کارخانه در پارک صنعتی شوراندام ولایت کندهار و نیز شمار از خانه ها بهره مند خواهند شد. شرکت برشنا می گوید که به زودی دو پروژه دیگر برق خورشیدی نیز با ظرفیت مجموعی 25 مگاوات در کندهار به بهره برداری سپرده خواهند شد. همه پروژه های سولار که هست در گام نخست به پارک های صنعتی برق می دهد. عملا امیال که فعلا برق 15 میگاوات سولار در کندهار فعالیت داره به پارک های صنعتی شوراندام و همچنان به مراکز تجارتی می باشه. ما 5 زون صنعتی داریم در افغانستان که یک زون از او کندهار است یا زون جنوب ما حساب میشه و متاسفانه یکی از زونای ما هستند که شدیداً الکتریسیتی شورتیج یا با کمبود برق مواجه است. با بهره برداری از نیروگاه برق خورشیدی ولسوالی دامان سالانه از انتشار 8500 تن کاربن دای اکساید در این پارک صنعتی جلوگیری می شود. و در پایان هم چند خبر ورزشی تقدیمتان می شود. شب بخیر. خدا نگهدار. تیم دوچرخه سواران راه لاجورد پس از 55 روز و 4125 کیلومتر رکابزنی با عبور از کشورهای ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان روز گذشته وارد مقصد نهاییشان استانبول شدند. در این راه دوچرخه سواران کشور پیام صلح مردم افغانستان را به تمامی کشورهای راه لاجورد رساندند. 12 دور رقابت‌های باشکوهی زون مرکز کابل در بخش پانکریشن در ردیسینی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان امروز آغاز شد. در این رقابت‌ها 140 ورزشکار از 12 باشگاه زون مرکز پایتخت اشتراک نموده است. هدف از این مسابقات منتخب زون مرکز شهر کابل و گرامیداش از 100 سالگرد استقلال و استرداد کشور گفته شده است. قرار است در پایان این پیکارهای 3 روزه 33 چهره برتر در 10 کلاس وزنی از سوی کادر فنی برگزاری رقابت‌ها به منظور شرکت در رقابت‌های گزینشی تیم منتخبی شهر کابل برگزیده شوند.
احمد بخشی در وزن 63 کیلوگرم موفق به کسب مدال طلا و حکمت الله زین دیگر ورزشکار کشور در دومین روز مسابقات تکواندوی جی 1 هند توانست مدال نقره را به دست بیاورند. این رقابت ها از روز گذشته با اشتراک 2500 ورزشکار از کشورهای مختلف در شهر حیدرآباد هندوستان در حال برگزاری است که به نمایندگی از افغانستان 27 ورزشکار در وزنهای مختلف حضور دارند. برای نخستین بار است که فدراسیون جهانی تکواندو امتیاز رنکینگ را در این رقابت ها در نظر گرفته است که برای قهرمان 10 امتیاز و برای نایب قهرمان 6 امتیاز در نظر گرفته شده است.